حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب علیزاده. پیشتر داشتیم بنیامین نتانیاهو عملیات رفح رو به تأخیر انداخته و حالا به نظر میاد حماس از موضع بالاتر داره تعیین تکلیف میکنه. حمله جمهوری اسلامی و پاسخ احتمالی اسرائیل چند اندازه در این رویکرد موثر بوده؟ اگر که حماس رو در نوعی نیابتی جمهوری اسلامی تلقی کنیم، طبیعتاً با این اقدامی که تهران کرده، یعنی برای اولین بار پس از زمانی که آخرین جنگ بین کشورها و اسرائیل، نه مثلا حزب الله یا یه گروهی، آخرین جنگی که اسرائیل داشت شاید الان 1973 تا الان، ببینید چه زمان طولانی گذشته بوده که خاک کشورش توسط کشور دیگه مورد هدف قرار نگرفته بود. خب این در شرایطی است که خب حماس حادثه 7 اکتبر رو رقم زده و بعد هم وارد مذاکره شده. اسرائیل هم پذیرفت که باهاش گفتگو بکنه. بدیهی بودش که توافق کردن اینها با همدیگه بسیار دشوار است، اما یک مورد توافق رو داشتیم که حدود 100 نفر آزاد شدن. حالا اساساً چون مذاکره چانه زنی است، ولی در چانه زنی کسی موفقیت موفق می شود که امتیاز بیشتر رو بگیره که پیش از ورود در اتاق مذاکره قدرت افزایی بیشتری برای خودش کرده. بعید نیست که حماس این تلقی براش ایجاد شده باشد که با حمله جمهوری اسلامی برای حماس هم قدرت افزایی شده. ضمن اینکه آزاد نکردن گروگان ها الحق و الانصاف شده فشار بزرگی بر آقای نتانیاهو در داخل کشور خودش. میبینید آقای نتانیاهو فشارهای بین المللی رو تحمل میکنه، ولی فشار داخل کشور، وقتی مثلا خانواده گروگان ها در کنیست می آیند و سر و صدا میکنن، شلوغ میکنن، اعتراض میکنن، راه به مای خیابان دیگه مردم خودت هستش، این فشارها غیر از فشاری هستش که مثلا فرانسه روی اسرائیل بیاره که فلان کارو بکن یا فلان کارو نکن. از این رو به نظر میرسه که معادلات میدان خیلی تاثیرگذار هستش بر مذاکرات پنهان و آشکار، و ظاهرا الان حماس با این تصمیمی که گرفته، حتی به گفته شما یک درجه تقاضای خودش رو بالا برده، نوعی قدرت افزایی رو برای خودش حس میکنه. و اما اینکه مثلا یک آتش‌بس موقتی داده بشود و تعدادی از زندانیان تبادل بشوند، دست کم یک راه حل تحقق پذیر هست. به چه دلیل؟ به دلیل ساده ای که همین نوع اقدام پیشتر انجام شدش و حدود 100 نفر تبادل شدن. مسئله جنگ غزه حال فقط مسئله خود آقای نتانیاهو نیست، مسئله جهانیان شده، مسئله بریتانیا و آمریکا و متحدین و دوستان اسرائیل شده و اونها هستن که میخوان به گونه این موضوع رو فیصله بدن. از این رو این فشار رو هم روی آقای نتانیاهو هست و معادلات آنچنانی که تصور میکنیم راحت برای آقای نتانیاهو، وگرنه آقای نتانیاهو همانیست که گفته بود اسیران گروگان ها رو خود آزاد خواهد کرد پس از اینکه حماس رو ریشه‌کن کرده. خب این اتفاق نیفتاده و وارد فاز مذاکراتی شدن. خب یه دوره یا 100 نفر آزاد شدن. فعلا تو این مرحله قرار دادیم که ببینیم که قدرت افزایی دو طرف به کجا می انجامه تا در میز مذاکرات هر کدوم امتیاز بیشتری رو برای خودشون میخواهند کسب بکنن. متأثر از همین معادلات میدان، کوتاه میگین فکر میکنین چنانچه تنش‌ها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه، دولت اسرائیل احتمال داره از خواستهای حداکثری خودش برای رسیدن به یه آتش‌بس موقت کوتاه بیاد؟ قدری کوتاه بفرمایید.
بله، به دلیل اینکه همین الان در خبر داشتید که اسرائیل تا حدی میشه گفت به طور قابل ملاحظه ای اجازه داده کمک های انسان دوستانه راهی منطقه غزه بشود. خب در این خصوص خیلی سختگیری میکرد آقای نتانیاهو، تا اونجایی که امریکا مجبور شد از طریق هوا کمک رسانی بکنه. الان که این خلیه آزاد شده، این خودش نشانی هستش که بله میتوانه اون موضوع تاثیر داشته باشه، ضمن اینکه از همه مهمتر حمله به رفح رو هم به تأخیر انداختن. بنابراین میشه که معادلات جای دیگری داره رقم میخوره، نه صرفا بین اسرائیل و حماس در غزه. سپاس از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن.